درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید یکی از افسران قیور فاش کرد که آرایش جنگی کامل شده نیروی انتظامی در یگانهای شامل یک افسر و چهار درجه دار و یک دسته سرباز در مناطق غیر مهم مستقر شدن و افسر و درجه داران مسلح هستند به سلا و بقیه فقط باتوم دارند اکثرا ریغو هستند و از کادر اداری پخ کنید فرار می کنند و مورد دوم که اشاره کرده اینه که نیروهای ضد شورش و یگان امداد در نقاط حساس مانند میدان و چهار های مهم مستقر شدند مجهز به باتوم و شوکر و سپر هر یگان رو چند نفر مسلح همراهی می کنند به علاوه پرتابه گاز اشکابر سوم نیروهای موتوری که امروز از حمایت موتور سواران لباس شخصی برخوردارن لباس پا مشکی و پیراهن روی شلوار دارند. لباس شخصی های موتوری به دنبال گروهان انتظامی هستند و مسلحند، شکر و دستبند دارند و این گروه ها مدام در حال گشتند و جای ثابت ندارند نیروهای سپاه هم به شکل موتور سوار در گردشن بسیار ترسیدن و صورتشون با ماسک پوشانده شده و نیروهای ذخیره سپاه هم در مساجد و حسینیه ها اسکان داده شدن مراقب مساجد و حسینیه ها باشید از اونا برای حمله به مردم استفاده خواهند کرد او در ادامه میگه برای جلب حساسیت و توجه کمتر رژیم از پلیس راهور با لباس سفید استفاده زیادی کرد و اکثر مناطق و چهارراهها استقرار یافتند اونا مخبرن و این در حالیه که رژیم سعی داشت به شکلی القا کنه که جنبش ما مردم ایران یک حرکت احساسی بوده و نمیشه اون رو انقلاب تلقی کرد اما با شروع روز محسا تقریبا این برنامه نظام خونسا شد حالا رژیم دو راه داره یا حکومت نظامی که امروز در ایران مشاهده شد رو ادامه بده که در این صورت با شکسته شدن این طرفن به طور کامل نیروی سرکوبگر قدرتش رو از دست میده و با یک سیل عظیم کاملا نابود میشه و یا بالعکس باز سعی میکنه که جو رو کنترل کنه که باز هم باعث شروع یک جنبش فراگیر دیگه میشه که این میتونه مثل خودکشی باشه. باید صبر کرد ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد به نظر من رژیم در انتظار کودتا است اگر یادتون باشه قبل از انتخابات 88 همچین آرایش نظامی تو خیابون های تهران دیدیم که هر یک مد یک نیرو گذاشته بودن و اون زمان هم به خاطر شکاف داخلی احتمال کودتا وجود داشت و احتمالا ریزش خیلی جدی رخ داده این در حالیه که حکومت این بار فقط از ما مردم نمیترسه از خودیاش هم میترسه کسایی که سقوط رو دیدن و احتمال داره برای تضمین دارایی و قدرت بیان سمت خلاص کردن حکومت درسته که دوست ما نیستن ولی دشمن دشمن ما هستن و تضعیف کننده دشمن ما هستن دیگه سقوط قطعیه حالا ببینید که تصنیم این عکس رو با عنوان تسلیحات گرفته شده از یک گروه تروریستی در سقز داره نشر میده اما این وسط انقدر احمقه که چند چیز یادش رفته یادش رفته که حک روی سرنیزه یعنی مال زمان پهلویه و به صورت قانونی وارد کشور شده و جزو اموال نیروهای مسلحه فراموش کرده که خشابهای طرح چوب تولید جنگ افزارسازی خودمونه و فراموش کرده که آرم تکاوری رو از روی بند سلاح حذف کنه و واقعا چرا یک نفر نیست به اینا بگه که شما اگر اینقدر ارزه داشتین تروریستا تو تهران فخری زاده رو نمیکشتن اسرائیل زاقه مهمات و اماکن محرمانهتون رو منفجر نمی کرد و با نیسان اسناد سری و مهم رو سرقت نمی کرد. در همین رابطه دوستان مبارز اطلاع دادن که یک پایگاه مزدورای هشت و شپشی تو تهران تو شهرک امیرالمومنین شناسایی و با ساندویچ های کوکتل پنیری مورد پذیرایی قرار گرفتن و پانزده مزدور نورانی شدن میگن شبی رو کاملا رادیکال شروع کردیم و همینطور پیش میریم جمهوری اسلامی هم فهمیده که بزنه میخوره نزنه هم میخوره برای همین دوازده شب خامنه ای بیدار بوده و توییت زده که ما باید خوابمان نبرد خامنه ای از ترس ما تحتش هشتگ زده که باید مراقب باشیم بعدش هم نوشته توطعه در کار است باید بهش گفت چی شده دیکتاتور از حجم استقبال مردم از فراخان شانش رزا پهلوی خودتو خیس کردی به این توییت دقت کنید لطفا دوستان در طول یک ساعت صفحه رسمی زحاک در پی حماس سازی آزادی خواهان سراسیمه چندین توییت زد وحشت از سر و روی این رژیم میباره و ما داریم راه درست رو میریم دیشب در همه جای کشور شعار مرگ بر خامنه ای شنیده میشد لطفا قسمت آخر این توییت رو بخونید که حس ترس رو القا میکنه نکته دیگه اشاره مستقیم به آمریکاست چرا چون منافع آمریکا و اسرائیل به هم گره خورده است و میگه از حمله نترسید سرنگونی در پی نداره و در نهایت مهمترین دلیل این پست بهانه برای هسته ای شدنه فرزانه فرمان آماده باش برای آنچه تحولات بزرگ میخوانند صادر میکنه جابجایی زمین ها و یک سرطان اتمی در حالی که بیبی بی جهت انتقال ویروس به عربستان آماده ی حمله به تاسیسات رژیمه حالا نکته جالب اینه. کسانی هستن که با توییت های دیشب خامنه ای باز هم جمهوری اسلامی رو به مردم ترجیح میدن اینا واقعا بیشورن ما یه چک میزنیم ولشون میکنیم برن به زندگیشون برسن ولی جمهوری اسلامی همه تقصیر رو میندازه گردن اینا و فلنگ و میبنده اینجور افراد نباید یادشون بره که رضایی و آخونزم با پسراشون چیکار کردن؟ از بچه هاشون که عزیزتر نیستید خلاصه این که خامنه ای خطر رو احساس کرده وقتی این تصویر رو میبینم ناخودگاه یاد این شعر نقلقلی نفلفلی نمرق زرد کاکلی هیشکی باهاش رفیق نبود تنها روی سپایه نشسته بود تو سایه میفتم و جان کلام که جمهوری نکبت اسلامی راهی جز انتخاب بین استحاله کامل به نفع مردم یا فروپاشی پرهزینه برای خودش و کل کشور ایران نداره دوست داره گزینه سوم یعنی تداوم ایدولوژی کنونی رو داشته باشه اما نهایتا همه چیز رو میبازه و ما برنده ایم پاینده ایران جاوی چاه تا عبد و یک روز بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.